با ما همراه باشید با ایران آزادی. اوجگیری اعتصاب و اعتراض اقشار مختلف مردم ایران. اعتصاب پرستاران به مدت 3 روز است در بیمارستان‌های کوثر و بیمارستان امام علی کرج همچنان ادامه دارد. این حرکت اعتراضی به دلیل وضعیت نامطلوب زندگی، عدم پرداخت به موقع حقوق و نبود برنامه ریزی مناسب برای رسیدگی به مشکلات آنان انجام شده است. پرستاران که نقش حیاتی در مراقبت از بیماران دارند، خواستار بهبود شرایط کاری و دریافت حقوقشان هستند. این اعتصاب نشان دهنده عمق مشکلات و نارضایتی های موجود در سیستم بهداشت و درمان کشور است. کارگزاران حکومتی به جای رسیدگی به اعتصاب و اعتراض پرستاران در بیمارستان امام علی کرج از دانشجویان پرستاری استفاده می کنند که خلاف مقررات و قوانین بهداشت و درمان کشور است. اصفهان، اعتصاب و اعتراض کشاورزان اصفهان در فلکه خراسان. کشاورزان شرق اصفهان برای چندمین روز پیاپی به همراه تراکتورهایشان در فلکه خراسان به اعتصاب و اعتراض ادامه دادند. این کشاورزان خواهان حقابه خود از زاینده رود هستند که در زمان کشت غله صرفه‌جویی کرده بودند. مسئولین تأمین آب قول داده بودند که میزان آب صرفه‌جویی شده را در تابستان به آنها واگذار می کنند. اما اکنون از واگذاری حقابه کشاورزان خودداری می کنند. این امر باعث می شود که خیلی از محصولات باغات و مزارع آنها خشک شود. کشاورزان نسبت به این بیعملی و عدم پاسخگویی کارگزاران حکومتی برای چندمین روز است که دست به اعتصاب و اعتراض زدند. عراق، تجمع اعتراضی کارگران کارخانه واگن پارس. کارگران واگن پارس در انتقاد به عملکرد ضعیف و بدخلاقی های مدیر عامل و مدیر کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدند. همچنین عدم هماهنگی ساعت تعطیلی شرکت به واسطه قطعی برق با کارگران مجموعه منجر به اعتراض کارگران شد. دامنه تجمع اعتراضات کارگران واگن پارس از بلوار این شرکت در ابتدای میدان صنعت آغاز و تا پایان خیابان هپکو ادامه یافت. شرکت واگن پارس وابسته به گروه صنعتی مینا می باشد که عمده سهام آن متعلق به وزارت نیرو و آستان قدس رضوی است. کارگران شعار می دادن ملا نجات حیا کن، کارخانه را رها کن. کارگران واگن پارس در واکنش به اظهارات اخیر و توهین‌آمیز مدیرعامل واگن پارس که آنها را اراذل اوباش خطاب نموده و نیز رفتارهای پادگانی مدیر دست به اعتصاب و اعتراض زدند.